کتاب حماسه ستارخواه. نمایندگان انگلیسی دوباره سر و صدا راه انداختند و نماینده کنسولگری روس به زبان فارسی بگونه ای که همه حاضران بفهمن خطاب به آنها گفت: من از همکاران گرامیم استدعا میکنم میان گفته او نیایید. و سپس به زخمی رو کرد و گفت: واقعیت را با جرأت بگو. و سیف الله خان ادامه داد و گفت: آقایان، شما خوب می دانید که همکنون در ایران اسلحه بسیار گرانبهاست، همه به این کالا نیازمند و پول خوبی برای آن می پردازند. مثلا یک قبض تفنگ 5 تیر آلمانی 150 تومان و 100 تیر فشنگ آن 20 تومان می ارزد. سیف الله خان در ادامه افزود: عموی من با مشورت میر هاشم خردمند نقشه خوبی برای ربودن این تفنگ ها کشیدن. با تأسف فراوان من زخمی شدم. اینها نقشه ای کشیده بودن که گناه حمله دستبرد به بانک را که به دست ما انجام می گرفت به گردن داوطلبان بیندازن. ما نگهبانان بانک را با حیله خلع سلاح کردیم، آنها را بسیم و در یکی از انبارهای جدا انداختیم و درش را از پشت بستیم. دیگر مانعی برای بردن صندوق‌های بانک وجود نداشت. اما خدا هوش را از سرمان گرفت. یک تن پیشنهاد کرد: بچه‌ها، آیا بهتر نیست به سوی بازار برویم ببینیم از دکان‌ها چیزی گیرمان می‌آید؟ به اندازه کافی وقت داریم. صندوق‌ها را که کسی نمی‌برد، ضمناً غارت دکان‌های بازار هم به نام داوطلبان تمام می‌شود. ما هم چنین کردیم، اما هنگامی که با غنایم غارت شده از بازار برمیگشتیم به داوطلبان خوردیم. آنها به سوی ما تیراندازی کردند و من زخمی و بیهوش شدم. رئیس بانک میانه گفته اش آمد و گفت: آیا صندوق‌ها را جلوتر گشودند؟ تو خودت اسلحه را در درون آنها دیدی؟ سیف الله خان گفت: نه، نمیتوانم برخلاف وجدانم چیزی بگویم. صندوق‌ها را جلوی من باز نکردند، اما ما به خوبی میدانستیم که همه این کارها برای به چنگ آوردن اسلحه است. رئیس چاق بانک آرام نگرفت و گفت: یک پرسش دیگر، به چه انگیزه تو مطمئن هستی که صندوق‌ها به دست آدم‌های شجاع نظام افتاده؟ سیف الله خان گفت: به دست چه کس دیگری ممکن بود بیفتد؟ آخر داوطلبان که نمی دانستن ما چه مقصدی داریم. آنها اتفاقا به ما برخوردن، افراد ما با آنها قطع برخورد کردن. داوطلبان هم در حالی که مرا با خود آوردن راه خود را گرفتن و رفتند. دوباره نماینده کنسولگری روس وارد گفتگو شد و پرسید: آیا ممکن است آقای رئیس بانک بفرمایند درون این صندوق‌هایی که بیرون بردن چه کالایی بوده؟ آن مرد چاق با خون سردی جواب داد: در شهر شایع شده بود که برای بانک طلا و جواهرات وارد شده، اما راستش را بخواهید درون این صندوق‌ها چیزی جز دارو و آب معدنی و چند تفنگ شکاری نبود. همین و بس. معلوم نیست چه کسی به این الاغ یاد داده. و سپس به سیف الله خان اشاره کرد. در این هنگام ستارخان که تاکنون خاموش نشسته بود به پا خواست و گفت: خواهش میکنم بگویید صندوق‌های شما از کارخانه مبدأ بسته بندی شده بود یا نه؟ رئیس بانک گفت: بیگمان. ستارخان گفت: گمرک ایران آنها را بازدید کرده. رئیس بانک گفت: طبق معمول گمرک همه صندوق‌های یک قسمت را باز نمی کند، فقط 3 الی 4 تا از آنها را برمی گزیند و بازرسی می کند.
پس از آن به تمام آنها مهر می زند. ستار خان گفت: روی صندوق ها علاوه بر پلمپ گمرک علامت یا اتکت یا برچسب دیگری موجود بوده؟ این بار جواب رئیس بانک نامعلوم بود. به طور کلی هر چیزی که از خارج برای ما وارد می شود بگونه این مناسب بسته‌بندی و پلمپ می شود. او می پنداشت که این جوابش طرف را کاملا قانع کرده و موضوع به همین جا پایان یافته. اما در اینجا سردار ضربت غیر منتظره و کمر شکنی به او وارد آورد و گفت: می خواهم آقایان حاضران را آگاه کنم. آدم های شجاع نظام که از زد و خورد با داوطلبان سخت به هراس افتادن، چنان با شتاب با ما قطع برخورد کردند که دو صندوق را جا گذاشتن و نتوانستن با خود ببرند. همچنین می توانم آقایان را آگاه کنم که این دو صندوق به دست داوطلبان افتاده. برای رفع سوء تفاهم ما بران شدیم که این صندوق ها دست نخورده به صاحب اصلیش بازگردد. اما وضع طوری پیش آمد که ناگزیر شدیم برای اثبات حقانیت خودمان اقدام دیگری کنیم. آقایان اجازه دهید در حضور همه شما این دو صندوق را باز کنیم و به شعبه بانک شاهنشاهی تحویل دهیم. هم همه ی حاضران به گوش رسید که می گفتن: خواهش می کنیم، استدعا می کنیم. رئیس بانک نتوانست سخنی بگوید و در این هنگام نماینده یک کنسول انگلیس به گفتگو پرداخت و با خود پسندی گفت: نمی اندیشم به این کار نیازی باشد. اگر کسی به این مرد بیشرف یاد داده در اینجا دروغ بیشرمانه ای بگوید، این ما را ناچار نمی کند که زحمت گشودن این صندوق ها را به خود دهیم. در حالی که این سخنان را می گفت، چپ چپ به رئیس بانک نگاه کرد و به او فهمانید که از بسته‌بندی این صندوق ها بسیار دلخور است. عبدالله که مدت ها برای سخن گفتن بیقراری می کرد، با ناشکیبایی خود را تکان داد و می خواست مطلبی را بگوید، اما سردار او را باز داشت. ستارخان با آهنگ اعتراض آمیزی به آرامی گفت: شما درست نمی گویید و بی خود هم خشمگین نشوید. هرچند ما امکان داشتیم چیزهایی یاد این اسیر دهیم، اما در ظرف چند ساعت که نمی توانستیم مارک کارخانه آلمانی کروپ را جعل کنیم و روی این تفنگ ها بزنیم. همچنین قادر نبودیم برچسب چاپ شده یه نام بانک شاهنشاهی و سرانجام پلمپ گمرک جنوب ایران را روی صندوق ها بزنیم. جور کردن چنین کارهایی در تبریز، آن هم در ظرف این مدت کوتاه، از عهده ما بیرون بود. سردار به علی دایی نگاه کرد و او دریافت که چه می‌خواهد دستور داد صندوق‌ها را بیاورید. انگلیسی خونسردی خود را از دست داد و با خشم فراوان داد و فریاد راه انداخت و گفت: این توهین ناهنجاری به دولت بریتانیای کبیر است. چنین می‌اندیشیم برای ما شایسته نیست در چنین جمع مسخره‌ای حضور داشته باشیم. او همراه رئیس بانک به سوی در رفتن، اما گفته ی عبدالله که به فارسی می گفت آنها را از بیرون رفتن باز داشت و فریاد زد: ای پسر شیخ ابراهیم، تا چه اندازه دروی، گوشبند سیاحت تو را لوداد شناخته شدی. انگلیسی به خود لرزید و سر جایش ایستاد و با حالت خشمگین و دستپاچه عبدالله آقا را نگاه کرد و ناگهان صدای در بلند شد و مانند حیوان وحشی که از بند رها می شود به بیرون پرید. همکنون همه ی حاضران به پا خواستند و با کنجکاوی به عبدالله نگاه کردند و موقتا صندوق ها و زخمی را فراموش کردند. عبدالله با اجازه ستارخان انگیزه ی حمله خود را به انگلیسی شهر داد: آقایان محترم، شما باید منظور مرا بفهمید. نفرت من از این شغال گوش بریده انگیزه ای دارد. او بدبختی های فراوانی را برای مردم ما پدید آورده. این آدم را همه مردم کردستان به نام شیخ ابراهیم می شناسن. او از دیرباز به ما خیانت کرده. شما تخت سنگی را در چراغگاه های ما نمی توانید پیدا کنید که شیخ ابراهیم روی آن نماز نخوانده باشد. شما آدمی را در تمام کردستان نمی توانید بیابید که موعظه این شیخ را نشنیده باشد. ضمن این موعظه ها کلمات قصار ویژه خود را همیشه تکرار می کرد. می گفت که در راه خدا جهاد کنید و راه نفوذ کافران را در کشورتان ببندید.
ضمن گفتن این جملات مردم را به غارت کاروانهایی که از ترکیه به ایران و از ایران به روسیه می رفتن برمی انگیخت و در برخوردی گوشش بریده شد و پزشک کرد ما به نام صوفی او را درمان کرد. این شیخ ابراهیم ایلهای ما را علیه یکدیگر برمی انگیخت تا همه کردها را ناتوان کند. هنگامی که قهرمان مردم ما به نام سید حمزه مردم ما را به یگانگی فرا می‌خوان، شیخ ابراهیم با فجیع ترین وضعی او را کشت. ما این سرگذشت غم‌انگیز را قبلا برای سردار و باقرخان هنگامی که میهمان ما بودند شهر دادیم، اما در آن هنگام نمی‌توانستیم بیندیشیم که این زاهد بغدادی شیخ ابراهیم کسی جز جاسوس انگلیسی نیست. سردار و باقرخان ضمن تأیید گفتند آری ما این سرگذشت را شنیده ایم. عبدالله آقا گفتار خود را با این جمله پایان داد: در اینجا غیر از من کرد دیگری نشسته، او را بیشتر تبریزی ها می شناسن. این آقا هم شهری من است. گال آقا، آیا همه این گفته های من درست نیست؟ گال آقا جواب داد: گفته های او از آغاز تا پایان درست بود. و همه از این گفته ها به خود جوشیدن و نمایندگان کنسولگری های دیگر یکدیگر را نگاه کردند و با هم نجوا نمودند. همکنون آنها فهمیدند که انگیزه این همه فتنه و تباهی ایجاد نابسامانی و آشفتگی در راه های کردستان که بوده و به چه منظور تخم تباهی و فساد در میان کردها افشانده شده. سرانجام دو صندوق دراز و سنگین را به میان اتاق آوردند و بنا به درخواست علیدایی نمایندگان کنسولگری ها و خبرنگاران روزنامه ها و نمایندگان مردم تبریز به درستی پلمب، اتکد و برچسب عنوان صندوق ها را بازدید کردند. سپس تسمه آهنی روی صندوق ها بریده شد و میخای تخته ها را کشیدند. هنگامی که در نخستین صندوق را کمی بالاتر کشیدن، 20 قبض تفنگ کارابین نو که در لفاف و کاغذ روغنی آلمانی پیچیده شده بود درون صندوق دیده شد. فریاد خشم‌آمیز از همه سو به گوش رسید. سردار با خشم گفت: آقایان نماینده کنسول انگلیس، شیخ ابراهیم و رئیس شعبه بانک شاهنشاهی از نیرنگ بازی های خود آگاه بودند. اینها کار دیگری نمی توانستن انجام دهند جز اینکه وانمود کنن گویا به آنها توهین شده. سپس با آهنگ جدی به نمایندگان دولت های دیگر گفت: آقایان گواهی دهید مگر این کار مداخله آشکار و بیشرمانه در امور داخلی ایران نیست؟ اندکی بعد با سر به صندوق دیگر اشاره کرد و گفت: اماکنون یکی را باز کنید. هنگامی که در این صندوق باز می شد، حاضران در شگفتی بسیاری فرو رفتن و بعضی از زور خشم لبهایشان می لرزید. یکی از آخوندهای معتبر فریاد زد: ای ملعونهای خدا نشناس! یکی از بازرگانان خشمین سرش را تکان داد و گفت: ای غارتگران رذل و پست! علی ساخلانی یک آجر کاشی را با لعاب بسیار کهنه از صندوق بیرون آورد و روی آن آیه ای از قرآن با خط کوفی نوشته شده بود. کاشی را بالای سرش برد و به حاضران گفت: آقایان، یک ماه پیش این کاشی از مکان مقدس مسلمان ها یا این مسجد گم شد. همکنون ما می فهمیم که آن را دزدیدند. بیگمان این کاشی بایستی راه دور و درازی را تا آن سوی دریاها طی کند. نام این آقایان را که یادگاری های فرهنگ باستانی ما را می دزدن چه باید گذاشت؟ خاموشی در اتاق حکم فرما شد. دوباره گفته یه خشمگینانه ستارخان به گوش رسید که می گفت: ملاحظه می فرمایید این نمونه ی تمدن پیشرفته ی دموکراسی باختریست، یادگاری های باستانی ما را می دزدند. به آخوندی رو کرد و گفت: ملاحظه می فرمایید روحانیون بیشتر اوقات بیدادگران مدافعان آزادی را متهم می کنند که اینها به مقدسان دین توهین می کنند. اما اکنون کسی را که به راستی به مسجدهای ما توهین کرده را بشناسید. اینان کسانی هستند که به گونه ای رازآمیز یادگاری های باستانی فرهنگ ما را چپاول می کنند و به موزه های لندن می فرستند.
اگر شما آخوندها می خواهید پاکدلانه به مردم کمک کنید، نخستین وظیفه شما این است که دشمنان راستین فرهنگ ما و کسانی را که سنتهای ما را به پلیدی می آلایند به مردم بشناسانید. رایز مرا شنیدید؟ سپس سردار بگونه ای آرام خطاب به نمایندگان دولتهای بیگانه و خبرنگاران گفت: آقایان، پوزش می‌خواهیم. ما باعث ناراحتی شما شدیم، اما امید داریم وقتتان را بیهوده از دست نداده باشید. در هر حال اطلاعات درست و جالبی از دست اول توانسته ایم به شما دهیم. اگر رویداد روز بعد را نقل نکنیم سرگذشت ما ناقص می‌شود. ساعت 3 بعد از ظهر شهر انقلابی تبریز را آنچنان آشفتگی در بر گرفت که تا دیر زمانی ساکنانش آن را به یاد داشتند. جارچیان سوار اسبهای خود را در بازارها و خیابانها و کوچه ها می دوانیدند. برخی دیگر تنها پیاده و با شتاب پیرامون شهر می گشتند و بعضی دیگر سر چهار راه ها می ایستادند و از مردم می خواستند به آنها گوش دهند. و همه اینها یعنی سواران و پیاده ها در آن هنگام فقط یک چیز را اعلام می کردند: دزدان به جایگاه های مقدس ما دست برد زده اند، آنجا را غارت کرده اند و به دین من توهین کرده اند. در مسجد ها گردائی جزئیات را برایتان شهر می دهند. تبریزی ها که عادت داشتند هر روز از تازه های شهر آگاهی به دست آورند به سوی مسجد ها هجوم بردند. اگر زنان که ناچار خود را زیر چادر پنهان می کردن جرأت نداشتند به جاهایی بروند که شوهران و پدران و برادران آنها هم بودند، اما همکنون در مسجدها برایشان جا وجود داشت. سکوهای مسجدها که ویژگی زنان بود بارها زودتر از جایگاه مردان پر شد. در همه مسجدها مدافعان راه آزادی با دقت مراقب سامان جمعیت بودند. در قسمت باقرخان مسجد جمعه قرار داشت و در آنجا وضع چنین شد: سید جوانی با جامعه بلند و عمامه سرمه‌ای روی منبر قرار گرفت. آشکارا خطبه افتتاحیه را خواند، سپس با آهنگی پرشور دوز و کلک های بدمنشانه استعمارگران انگلیسی را فاش کرد و آنها را همتای ابلیس نمایاند. سخنران سخت به رژیم و دودمان قاجار حمله کرد که ثروت بیکران کشور ایران را به دولت انگلستان پیش فروش کرده. او اعلام داشت که هنگام عمل فرا رسیده و باید دست از بیحالی برداشت و مردم باید صدای خودشان را بلند کنند و نیرنگ ها و فتنه جویی های ابلیسان باختری را به جهان بنمایانند. براسی اینها به ابلیس میمانند، اینها کینه توزان دوستان ما را دشمن مینمایانند و کوشش میکنند فرومایگان و دون همتان جامعه را به عنوان دوستانمان به ما جا بزنند تا به وسیله همین همدستان پستشان دارایی ما را به یغما ببرند. این ابلیسان به بوقلمون میمانند که همیشه رنگ عوض میکنند. در تهران خود را مشروط خواه جا می زنند و در تبریز میان دشمنان مشروطیت اسلحه پخش می کنند. ثروت های زیرزمینی ما را غارت می کنند، طلاهای من را به یغما می برند و همکنون دست به ویران کردن جایگاه های مقدس ما زده اند. آنها برای خفه کردن مردم با شاه ساخته اند، برای از میان بردن مشروطیت به او کمک می کنند، در این حال خود را هواخواه دموکراسی جا می زنند. در این هنگام آخوند ریشو و سال خورده این ناگهان از جایش بلند شد و با صدای بلند فریاد زد: ما در برابر چپاول اموال جایگاه های مقدس من چه می توانیم بکنیم؟ آخر در مسجد نگهبان بوده، این گونه مردم باید در اندیشه نگاهداری اموال مسجد باشند. سید به نیرنگ پلید آخوند پی برد و بر سر او بانگ زد: دنیای کتاب صوتی.